معرفی رشته مترجمی زبان انگلیسی. سلام، من ویدا تقی‌پور، کارشناس ارشد مترجمی زبان، میخوام که توی این فایل آموزشی شما رو با رشته مترجمی زبان انگلیسی آشنا کنم و همچنین قراره تا با هم بررسی کنیم ببینیم موقعیت‌های شغلی این رشته تو داخل و خارج از ایران به چه صورته. همچنین میخواییم بدونیم که برای رسیدن به مقاطع مختلف تحصیلی تو این رشته چه مراحل رو باید طی کنیم و چه عناوین درسی رو باید بخونیم. خب همونطور که میدونید قبولی تو کنکور یکی از مهمترین موفقیت‌هایی که هر جوانی میتونه کسب کنه. کنکور زبان هم که از این قاعده مستثنا نیست. کنکور زبان یکی از رشته‌های شناور تو کنکور سراسریه. اهم از رشته علوم تجربی، رشته ریاضی، انسانی و هنر میتونن توی گروه زبان شرکت کنن. حالا یه گروهی واقعا حرفه‌ای و فراتر از درسای مدرسه اومدن زبان رو یاد گرفتن، برای همین تصمیم گرفتن تا با هم تو گروه زبان رقابت کنن. یه گروهی هم نه، فقط به صرف این که شاید تو گروه‌های تخصصی خودشون موفق نشن، یعنی این احتمال رو بدن که اونجا نتیجه نگیرن، با همون معلومات درست مدرسه میان تو گروه رشته زبانهای خارجی هم شرکت میکنن. البته این رو بگم که زبانهای خارجی فقط شامل زبان انگلیسی نمیشه. زبانهای دیگه مثل زبان آلمانی، فرانسه و یا حتی ایتالیا و چین و روس و ژاپن هم داره. مترجمی زبان انگلیسی همطور که گفتم در زیر گروه آزمایشی زبانهای خارج است. اما زبانهای خارجه 3 گرایش داره. یک گرایشش آموزش زبان انگلیسیه، یک گرایشش ادبیات زبان انگلیسیه و یک گرایش دیگرش مترجمی زبان انگلیسیه. از مقطع کاردانی شروع میشه و تا دکترا هم ادامه داره. حالا اصلا ما برای چی باید زبان یاد بگیریم؟ همونطور که میدونید زبان یه شیوه بر برقراری ارتباط بین انسان ها. خب تو دنیای مدرن امروزی با توجه به پیشرفت فناوری و تکنولوژی یه ارتباط قوی هم بین جوامع ایجاد شده. از طرفی جوامع بر برقراری ارتباط احتیاج به یه دانش زبانی دارن، یعنی لازمه که زبان همدیگر رو بدونن، یا به عبارتی میتونیم بگیم به علم ترجمه احتیاج دارن. این علم ترجمه به برقراری این ارتباط خیلی کمک میکنه. یعنی همین زبانه که باعث میشه جامعه ها با همدیگه ارتباط اقتصادی داشته باشن، توی زمینه سیاست، تو زمینه علم پزشکی، توی تکنولوژی هم حتی بتونن با همدیگه تعاملاتی داشته باشن و در این زمینه خب پیشرفت بهتری داشته باشن. وقتی که با هم تعامل دارن از طریق زبان میتونن پیشرفت بیشتری هم داشته باشن. اما از طرفی نه تنها توی این زمینه ها میتونن با یکدیگر ارتباط داشته باشن، بلکه میتونن فرهنگ همدیگر رو هم به هم القا کنن. بر همین بر اساس اهمیت دانش زبانی خب علم ترجمه هم اهمیت بسیاری پیدا کرده. با توجه به این که زبان توی برقراری ارتباط نقش بسزایی داره، پس مترجم هم نقش پررنگی رو ایجاد میکنه. و وقتی که مترجم نقش پررنگی داره، در کل میتونیم بگیم اصلا ترجمه علم مهمی به حساب میاد. خب از اونجا که هر زبانی میدونیم که فقط شامل کلمات و ساختارها نمیشه، بلکه یه سری عبارتها و اصطلاحات هم در خودش پنهان کرده که یه معنی پنهان شده ایجاد میکنه. و اینجاست که میتونیم بگیم یه مترجم خوب باید اینقدر تسلط داشته باشه به ساختار زبانی هر دو زبان مبدأ و مقصد و همین که باید آشنایی کامل داشته باشه با عناصر فرهنگی و اصطلاحات خاص به عنوان مثال حقوقی، علمی، سیاسی، اقتصادی هر دو زبان که بتونه این معانی پنهان شده عمق متن رو کدگشایی کنه. پس ترجمه غیر از این که برگردوندن مفهوم کلمات از زبان مبدأ به مقصد هست، اینه که یه ساختار مشابه هم تو زبان مقصد ایجاد کنیم.
از طرفی یه مترجم خوب باید به متن وفادار باشه، یعنی انگیزه ها و اعتقادات و باورهای شخصی خودش رو توی متن دخیل نکنه، کاملا بی‌طرف باشه و حتی اینکه در انتخاب کلمه ها یه حساسیت زیادی رو به خرج بده، چون یه سری کلمات بر اساس اصول اخلاقی، مذهبی یا حتی سیاسی فرهنگی یه جامعه هستن که ترجمه اونها، حتی ترجمه درست اونها میتونه مشکل ساز باشه. گاهن شاید یه مترجم حتی ترجمه درستی انجام داده باشه، ولی شکل انتخاب کلمه شاید توهین آمیز باشه یا خوشایند زبان مقصد نباشه. به خاطر همین ترجمه کار ساده‌ای نیست و یه فرایند بسیار پیچیده است که نیاز به علم خاصی داره. ما دو نوع مترجم داریم. مترجم کتبی، مترجم شفاهی. مترجم کتبی کسیه که متن رو میذاره جلوش و از روی متن شروع میکنه به ترجمه کردن. توی این زمینه زمان اصلا اهمیتی نداره، میتونه از دیکشنری استفاده کنه، میتونه از ابزارات کمکی برای انتخاب کلمات استفاده کنه. ولی مترجم شفاهی کسیه که در لحظه بایستی بتونه ترجمه کنه. اینجور مترجم ها معمولا بر کنفرانس های خبری یا برای توریست ها و نمیدونم هتل ها به کار میره، ولی در کل کار مترجم شفاهی یه مقدار سخت‌تر از مترجم کتبیه، به خاطر اینکه فرصتی برای فکر کردن نداره. باید انقدر حضور ذهن داشته باشه که بتونه در لحظه مناسب ترین کلمات رو انتخاب کنه. دروس مرتبط با رشته مترجمی زبان انگلیسی تو دبیرستان، ادبیات فارسی، تعلیمات دینی، زبان خارجی و زبان عربیه که هر کدومش ادبیات یک، ادبیات دو و ادبیات سه هستش برای سه سال دهم، یازدهم و دوازدهم. اما دروس دانشگاهی رشته مترجمی زبان انگلیسی تو مقطع کاردانی که من اینجا براتون مهمتریناشو گفتم چیا هست؟ اول اینکه گفت و شنود زبان انگلیسی رو به صورت هم مقدماتی و هم پیشرفته در ترمهای بعد میخونن. دوم خواندن و درک مفاهیم زبان انگلیسیه که دوباره توی ترم مقدماتی و توی ترم دیگه به صورت پیشرفته میخونن. سوم ترجمه آثار دیداری و شنیداریه. چهارم ترجمه متون اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی و رسانه‌ایه. یعنی هر کدوم اینا خودش یک کتاب جدا و یک واحد جداست. ترجمه متون اقتصادی، ترجمه متون بازرگانی و ترجمه متون فرهنگی و حتی رسانه‌ای. درس مهم دیگه بررسی اصطلاحات در ترجمه واژه‌شناسیه که درس خیلی مهمی برای بچه‌های مترجمیه که میتونن واژه ها رو تجزیه کنن و اینطوری بهتر معنی یه واژه رو یاد میگیرن. و در آخر درس مهم دیگرشون واژه شناسی و آواشناسیه. اما دروس دانشگاهی بچه های مترجمی تو مقطع کارشناسی چیه؟ اول زبانشناسی کاربردیه که بسیار اهمیت داره، چون توی مقطع کارشناسی ارشد هم این دست رو به صورت پیشرفته تری میزنن. درس بعدی اصول و روش تحقیقه که به صورت مقدماتی تو مقطع کارشناسی میخوننش. سوم اصول و روش ترجمه است که پایه‌های ترجمه، پایه‌های مبانی ترجمه رو میخونن. ترجمه متون ادبی، بازرگانی، سیاسی و رسانه‌ای هم به صورت جداگانه برشون ارائه میشه. درس بعدی نظریه‌های ترجمه است که توی مقطع کارشناسی مقدماتی این رو میخونن، یعنی با همه نظریه ها آشنا نمیشن اما این کتاب رو میگذرونن. و در آخر کاربرد اصطلاحات در زبان انگلیسیه و در مترجمی که این هم درس هم جالب و هم مهمیه. اما درس دانشگاهی در رشته مترجمی زبان انگلیسی تو مقطع ارشد یکیش واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمه است. بعد اصول روش تحقیق رو به صورت پیشرفته میگذرونن، مدل های ترجمه رو کاملا یاد میگیرن، با نقد و بررسی آثار ترجمه شده آشنا میشن، درس سمینار مسائل ترجمه رو میگذرونن
و درس مهم دیگه هم که دارن نظریه های ترجمه است که مقدماتیش رو توی کارشناسی گذاردن و اینجا به صورت پیشرفته اون رو میگذارن.